سلام و درود هوادارانی ورزشی رقم یکی دنیا میدان تیجی باز در علاقه است و چونانانا جالبترین خبرهای 24 ساعت اخیر رو پیشکش شما میگرداند برای تماشا آماده اید پس لایک های قیمت بای خود رو گذارید ما باشیم آغاز میکنیم در اول میخواهم ابراهیم خوجایف رو تبریک گویم که اولین شده به سوال گذشته ما جواب درست داد اگر خواهید که در ویدیو آینده موافقت در کامنتار ننویسید این تاریخ ترانسفری کدام فوتبال باز است خوچی رسام میکنیم که سرپرست برنامه های موش شرکت یک ایکس است. تماشای بزیوی دوستوشتای خود رو همرو با یک ایکس میتوانه جلیب تر کند. رگیستراتیا اصان پور کردنی مبلغ از سومی گوشاو کناری دنیا و کایفیسنت های بلند ولی مهمتر از همه بونوس 300 دلار در اولین پرداخت با پرامکادی میدان. معلومات های ضروره در کامنتاریا. با همه موفقیت. کاروی چلسی اویستا اویستا خوب شده ایستادن. حکومت بریتانیا کبیر بویا قراری نوچیز چلسی رو خورسند کرد. هرچند که از این چیز دسته تاومان فایده نمی بیند. همه اش به خاطر مخلصان است. خلاص حکومت کشور به چلسی اجازه داد که به مخلصانش چپتا فروشد تا اونها به تماشای بازی تشریف آورند. باید قید کنیم که قبلا این چیز رو برای چلسی من کرده بودند و مخلصان امکان خریداری چپتا رو نداشتند. ولی از آنی که مخلصان به میدان می آیند چلسی تاومان فایده نمی بیند. خبر داده می شود که فایده رو از روش چپتاو نه چلسی بلکه پریمیر لیگا با دست می آورد. این مبلغ رو با کارهای خیر صرف خواهند کرد. البته کارهای خیر انجام دادن خوب است ولی خود چلسی هم در این شب روز به خیر و سخاوتمندی دیگران نیاز دارد. زیرا همه صورت حسابهای دسته دست نوره شدند و چطوری که در برنامه های قبلی خود گفته بودم چلسی نمیتواند عملیات های مالیوی انجام دهد. از جمله خرید و فروش بازینگران، دراز کردن شرطنامه با آنها و پرداخت معاش آنها. این تا آن وقت ادامه خواهد کرد که چلسی رو صاحب ملکانی نو نخرند. نشریه خبر میدهند که همین اولو یکی از صاحبکارانی عربستان سعودی برای خریداری چلسی پیشنهادی خیلی خوب کرده است و جامعه فوتبالی انگلیا زیدی آن است که چلسی به شیخو فروخته شود گویا این با فوتبال ضرر میرسانده است چطور شیخو با فوتبال ضرر میرسانند راستی ما نمیفهمیم فوتبال امروزه با بیزنس تبدیل یافته است و در آن میلیاردها یورو در گردش هستند بنابراین گفتن اویدی آن که گویا فروختن چلسی با شیخو با فوتبال ضرر میرساند این از یک جهت دروغی خواهد بود جامعه فوتبالی انگلیا در کجا بود وقتی نیوکاسل و منچستر سیتی رو شیخو خریداری کردند چرا قاعده او برای همه دسته ها یخیل عمل نمیکند فوتبال اروپایی خصوصا فوتبال انگلیا با عرض احترام نسبت لیگ بهترین دنیا بودنش ولی آن آمیخته سیاست شده است فوتبال برای انگلیس ها مثل بیوه های شبگردک است که کی وقتی که خوان و چطوری که خوان برای مقصدهای خود استفاده میبرند ما از چنین فوتبال بزاریم اویدی بارسلونا امروز معلومات ها چنان زیادند که حتی زنکای لبی اوب از غیبت همسایه او دست کشیده موضوع دسته کاتالونی رو محاکمه میکنند هر نفری که میخواهد دستش رو ترک کند در رول با بارسا خواستگاری میکنند در چنین شرایط حتی بعضی خبرهای فابریتسو رومانو شوبهانوگ میتابد زیرا بیچاره هر روز یک معلومات نو رو میشنود که از معلومات دیروزه فرق کننده میباشند و مجبور است که آنها رو خبر دهد اما خودی حاضر ما اویدی نقشهای ترانسفری بارسلونا نو بلکه اویدی مشکلهای دسته با بازینگرانش نقل میکنیم گاوی باز پیشنهادی بارسا رو برای دراز کردن شرطنامه رد نمود این علاقه سیوم بور است که فوتبال باز با پیشنهادهای دسته راضی نیست و برای تمدید کردن قراردادی همکاری جوابی رد میدهد حمایتگر رونالد اراوخو هم همین گونه سیوم پیشنهادی بارسا رو رد نمود در این باره نشریه مارکا خبر میدهد خوشی رسان میکنیم که شرطنامه هر دوی بازینگران تا سال 2023 عمل میکند از آنی که فوتبال بازان پیشنهادهای دسته رو علاقه سیوم بور رد کرده ایستادند روبریت بارسا شوپای زیاد پیدا کرد چرا بازینگران طلبات خود را انیق و دقیق نمیگویند تا دسته آنها را قانع کند وقتی گفتوشنید ها همین گونه درودراز دوام میکنند تجربه نشان میدهد که عاقبتش بد خواهد شد از این خاطر به بارسلونا لازم است که تا تابستان این مسئله را حل کند زیرا چطوری که گفتم شرطنامه گاوی و اراوخو سال 2023 به انجام میرسد و اگر آنها نیتی دراز کردن شرطنامه را نداشته باشند تابستان همین سال اخیران امکانیت پول کار کردن از فروش آنها میباشد باز یک نفری که به آن بارسا خواهش دارد شرطنامه را دراز کند این حملهگر عثمان دمبله است در مسئله دراز کردن شرطنامه او هم بارسلونا شتاب نکرده ایستاده است و این در حالی است که تابستان همین سال قراردادی همکاری او با دسته به انجام میرسد با فکر شما از این سه نفری که گفتم کدامشان با بارسا بیشتر از همه لازم هستند حتما در کامنتاری نویسید ریال مادرید باز جامعه فوتبالی را به حیرت آورد
Флорентино Перес доуми 2 сол хамаро фиреб карда истодаст, вале ин ба фойдаи даста будаст. Тавре ки гуфта мешавад, акнун ин фиребу хилаҳои бобои Флорентино ба даста имкон медиҳанд ки ҳам Мбаппе ва ҳам Холандро ба даст оранд. Журналисти испанӣ Сиро Лопес, ки вобаста ба Реал ҳамеша хабарҳои дуруст нашр мекард, амалҳои Пересро дар бозори трансферӣ нуқта ба нуқта нақл кард. Ҷумъаи футболӣ чунин мешуморад, ки пас аз шартнома бастан бо Мбаппе, Реал наметавонад инчунин Холандро ба даст орад, вале аз рӯи нақшҳое, ки Перес амал карда истодааст, ҳама чиз имкон дорад. Дар аввал ӯ Мбапперо фиреб кард ва ҳамзамон ПСЖ-ро масхара намуд. Тобистони соли гузашта гуфта мешуд, ки гӯё Реал баҳри харидори Килиан ба дастаи Парижӣ 220 миллион евро пешниҳод кардааст, вале тавре ки Лопес мегӯяд, Перес танҳо як маротиба пешниҳод карда буд ва ин ҳам бо маблағи 100 миллион евро плюс 50 миллион евраи дигар ҳамчу бонус. Вале дар нашрио оиди 220 миллион евро менавиштанд. Аз ин чиз роҳбарияти ПСЖ сахт ғазабнок буд, вале дар ин баробар онҳо наметавонистанд маблағи пешниҳод кардаи Реалро ба журналистон хабар диҳанд ва агар мегуфтандам, ҳеч кас бовар намекард ва ба хулосае меомад, ки роҳбарияти ПСЖ дурӯғ гуфта истодааст, то Мбапперо дар даста нигоҳ дорад. Дар ҳақиқат Реал Килианро он замон харидан намехост, зеро медонист, ки Париҷо пешниҳоди 100 миллионаи онҳоро қабул намекунанд. Мақсади Реал танҳо ба ҳамагон нишон додани он буд, ки гӯё онҳо дар ҳама ҳолат омодаанд Мбапперо харидорӣ кунанд. Ҳамчунин журналист Сиро Лопес мегӯяд, ки 31 август, яъне дар охирон рӯзи равзанаи трансферии тобистона, Реал ба ПСЖ занг зада вохӯрӣ таъин кард ва мавзӯъ албатта трансфери Мбаппе буд, вале Мадридиҳо барқасд ба ин вохӯрӣ яке аз намояндаҳои худро фиристоданд ва онҳо медонистанд, ки ПСЖ бозам пешниҳоди онҳоро рад мекунад. Ин амалҳои Перес беҳуда набуданд. Мбаппе боварӣ ҳосил кард, ки Реал хоҳиши сахти харидории ӯро дорад ва акнун омодааст ҳамчу агенти озод бе пул ба дастаи шона гузариш намояд. Ана маблағе, ки гӯё барои харидории Мбаппе бояд сарф мешуд, акнун ба харидори Холанд сарф карда мешавад. Ин аз нақшаи макаронаи Флорентино Перес, ки онҳоро журналист Сиро Лопес ба ҳама фош кард. Вале акнун ин нақшаҳоро ҳама бифаҳмад ҳам боке надорад, зеро хабар дода мешавад, ки ҳам бо Мбаппе ва ҳам бо Холанд Реал аллакай гуфтушунид кардааст ва ҳарду розигии пешакии худро барои гузариш ба дастаи шона доданд. Бобои чорчашмаи Мадридӣ боз ҷомеаи футболиро ба ҳайрат мегузорад. Дар вақти кризис ӯ ду ситораи асосии футболро ба даст меорад ва болои ин майдони нави худро боз мекунад. Ин аст президенти ҳақиқӣ. Бо амитон дӯстон, бо шумо буд канали Майдон Тиҷӣ ва ман Берӯз Артиков. Хайр то барномаҳои дигар. Муваффақу пирӯз бошед!